اگه دوست داری بازدید استوری اینستاگرامتو افزایش بدی و چند برابر کنی، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. سلام به BND اپل، خوش اومدید. من فرزاد شهریاری هستم و امروز میخوام کلن درباره استوری اینستاگرام صحبت کنم که چجوری بازدیدش رو افزایش بدیم یا اینکه بازدیدش رو چند برابر کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، خوشحالم میکنید این ویدیو رو یه لایک خوشگل کنید و یه انرژی خفن بهم بدین. چرا دستم به این خورد؟ کانال یوتیوب منم سابسکرایب کن، زنگ نوتیفیکیشنم بزن که اگه ویدیو جدید آپلود کردم اولین نفر بشی که با خبر میشی. خب بریم سراغ آموزش. اولین چیزی که تا الان خیلی رو دور افتاده، خیلی باب شده، استیکرهای تعاملی هستن، مثل Ask Me a Question، Poll یا درست غلط یا همون False and True. چون این استیکرها از مخاطب میخوان که باشون تعامل بگیرن. مثلا اگه یکی نظرسنجی میذاره، هر چقدر مخاطب با نظرسنجیش بیشتر تعامل داشته باشن و بیشتر روی استیکراش کلیک کنن، بازدید استوریش بیشتر میشه. و همینطور اگه از استیکر کوئسشن استفاده کنن، به این کمک میکنه که بازدید استوری شما چند برابر بشه. و همینطور False and True، البته اسم دقیقش False and True نیست، ولی خب من بهش میگم False and True. باید یه چیز جذابی رو ارائه بدی و از مخاطبت بخوای که تو اون شرکت کنه و با تعامل داشته باشه. این اولین نکته بودش که باید درباره افزایش بازدید استوری میدونستین. بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی که باید بدونید اینی که استوری به چه دردی میخوره. مثلا شما متناسب به شغلتون هر وسیله جدیدی که میارین رو به مشتریاتون نشون بدین توی استوری. مثلا یه هدست میخرین یا یه دونه موبایل میخرین، توی استوری آنباکسش میکنین و راجبش توضیح میدین. یا مثلا رفتین به پیکنیک یا گردش یا هر جایی که به نظرتون برای مخاطب جذابه و دوستش دارن و از اونجا فیلم و عکس میگیرید و استوریش میکنید. این باعث میشه که بازدید استوری شما افزایش پیدا کنه. و دقت کنید، هر چی کارتون خلاقانه تر باشه، بازدید استوریتون بیشتر میشه و بالاتر میره. یا یه سری حرکت‌های خلاقانه بسته به استعدادتون و بسته به پیجی که دارین میتونین انجام بدین تا مخاطبا بیشتر استوری شما رو دنبال کنن و بازدید استوری شما چند برابر شو افزایش پیدا کنه. سعی کنید مخاطبی که توی پیجتون هست رو بشناسین و موضوعی رو باهاش به اشتراک بذارین و چالشی تره که مخاطب رو درگیر خودش میکنه. میتونه راجع به هر چیزی هم باشه و هر چی چالشی تر باشه باعث میشه که استوریتون بیشتر شیر بشه. از اون طرف مخاطبتون بیشتر استوریتون رو دنبال میکنه. از اون طرف اگه موضوع چالشی باشه، از اول استوری تا آخر استوری که میذارین مخاطب تمام استوریاتون رو میبینه. شاید ممکنه چند بارم استوریاتون رو ببینه و اون مطلب رو بخونه یا اون فیلم رو ببینه. جدیدن مد شده که ویدیوها رو از یه جای دیگه میگیرن و میذارن توی پیجشون. مثلا ویدیوهای تیک تاکرها میتونه باشه یا یه سری ویدیو فان و خنده‌دار رو میذارن توی استوری که باعث افزایش بازدید استوری میشه. اما چرا و چه جوری؟ زمانی که شما این سری استوریا رو میذارین، باعث میشه که مخاطب اصلاً به سمت جلو نره و استوری شما رو رد نکنه. میسته روی استوری شما که کامل رد بشه و هر چقدر تعداد مخاطبایی که از استوری شما رد نمیشن و ساب میکنن تا استوری شما تمام بشه بیشتر باشه، باعث میشه که مخاطبای دیگر هم جذب کنه و این عمل همینجور ادامه پیدا میکنه تا بازدید استوری شما میره بالا و چند برابر میشه. پس به این موضوع هم دقت داشته باشین. ممکنه حتی فیلم هم نباشه، ممکنه حتی عکس باشه یا هر چیزی که فکر میکنین جذابه و مخاطب روش میمونه. پس دقت داشته باشین، این نکته هم خیلی خیلی مهمه. هر چقدر مخاطب بیشتر روی استوری شما زمان بذاره، بازیتون بیشتر میشه. حتی ممکنه مخاطب استوری شما رو ببینه و برگرده. این موضوع خیلی مهمتره که اینم یه امتیاز مثبت برای استوری شما میتونه باشه. خلاصه همین. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه روش دیگه میدونین و به نظرتون روش دیگه وجود داره، حتما توی کامنت ها برام بنویسین. نظرتون هم راجع به این سبک ویدیو حتما توی کامنت برام بنویسین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت و به اشتراک گذاری سری ویدیو هم یادتون نره که خیلی انرژی میده. تا ویدیو بعدی هم بدرود.